یووالی او پیوستون رښتینه غږ. به نام خداوند جان و خرد و به نام افغانستان عزیز، برنامه تلویزیون نوید آغازگر میشم و خدمت شما هموطنان و عزیزان کمی لحظه. برنامه تلویزیون نوید از طریق تلویزیون جهانی و پر افتخار آریانا افغانستان پای تماشا نشستین، عرض سلام و احترام دارم. امید است در هر گوشی از جهان که هستین، دور از همه پریشانی ها، زندگی شب و روزی خود است سپری بنمایید. عزیزان گرانقدر، در سال 1352 26 سرطان، انقلاب در افغانستان توسط شهید سردار محمد داود خان و یارانش به وجود آمد و بر نخستین بار پادشاهی از بین رفت و اولین جمهوریت در افغانستان آغاز به فعالیت کرد. البته لازم به این نیست که ما در رابطه تشریحات بتم، چون شما اما مطلع هستین که دوره دموکراسی و آزادی که برای جوانا داده شد یک مقدار سهولت برپا کرد و همچنان خود شخص شهید سردار محمد داود خان چون یک شخص ملی و ترقی خواه بود و آرزوی زیر داشت تا آیندی داشته باشه افغانستان و انحصاری نباشه، میراثی نباشه، قدرت بعد از 4 سال انتخابات صورت بگیره و به اشخاص دیگه واگذار شوند و یک جمهوریت باشه که واقعا هم دموکراسی در او باشه و هم مردم از او خوشنود باشه و دیگه یکی یک ترقی و پیشرفت هم در کشور با وجود بیاد. به این منظور هم دست به کار شد و یدی از صاحب منصبا و شخصیت هایی که سیاسی بودن و یا آرزوی یک تغییر داشتن اونا را دور خود جمع کرد و امرایشان صحبت هایی داشت و بالاخره به می فیصله رسیدن تا یک کودت های صورت بگیره. خب در کودت ها همیشه پیروزی نیست، امکان داره که مثلا کودت های صورت بگیره که خون ریزی باشه و اجگار نشه که پیروز شوه و کسانی هم که کودت ها میکنن اگر دستگیر شوند نابود میشن. یه البته در تمام کشورها مروج بوده، خب حالا کم شده کودت ها، ولی در گذشته ها 40 سال قبل یا 45 سال قبل زیاد بود. در اون زمان هم وقتی که شهید سردار محمد داود خان خواست که چنین کار را انجام بده، یعنی خونش در کف دستش بود، آرزوی ازیره داشت که اگر پیروز نشه خود خود از بین ببره و آرزوی دیگیشی بود که اگر کودتا میکنه کودتای سفید باشه که خون ملت نریزه، یعنی هیچ انسان به شهادت نرسه. و همیشه برای دوستا و یارای خودم چنین توصیه میکرد که اگر ما و شما اقدام میکنیم کوشش کنیم که خونریزی نشه و مردم ما متنفر از جمهوریت نشوند. به هر حال عزیزان من، در برنامه امروزی از جناب محترم انجینیر دیپلم انجینیر جنرال صاحب عبدالحمید مهتاد که در زمان گذشته، یعنی در زمان شاه در اوکراین یا کیف تحصیلات عالی داشتند در رابطه به انجینیری پای هوایی و بعد از اینکه از کیف به افغانستان میآیند شامل خدمت میشن و در پهلوی ازوک شامل خدمت میشن، به مو مبارزه ای که داشتن و آرزومندی ای که داشتن موفق به این میشن که به مقامات بالایی هم آشنایی پیدا بکنن و خصوصا ای که وقتی که سردار صاحب داود خان آرزوی ازیره میکنن که کودتا کنه، یک عده ای از جوان ها و کسانی را که سرشان به تنشان میارزید و سرشان به یک مقدار اعتماد میکرد اونا را دور خود جمع کرد و بر از اونا به شکل از اشکال توصیه کرد که ما چنین کار را شاید انجام بدیم. و این میمان عزیز ما که خودشان یکی از کودتاچی ها بودن، یعنی در امون زمان خونشان در کف دستشان بود چون یک اقدام خطرناک را انجام میدادن، به این منظور ما از جناب محترم دیپلم انجینیر جنرال صاحب عبدالحمید مهتاد تقاضا کردم و اونا خواهش ما را به زمین نگذاشتن. البته جناب مهتاد صاحب
مدت زمانی هم یعنی زیر نظر بودن در حدود 4 سال در دمو زمان شهید سردار داوود خان و بعدا سفیر شدن در ژاپن و سپس به عیس معاون صدر اعظم و معاون رئیس جمهور هم تعیین شدن که مردم ما اکثریتشان معتاد صحبت دوست دارن برازی که یک خلوص نیت یک محبت و پیشانی باز داشتن و دارن و ما خودم هم در گذشته ها وقتی که ایشان دیدیم و صحبت هایی که از ایشان گرفتیم برای تلویزیون ملی بسیار با پیشانی باز با یک محبت رفتار داشتن و بسیار انسان با سلیقه با کرکتر و مؤدب هم هستن. ممنونشان هستم که وقت گذاشتن تا به می تاریخ 26 سرطان ما یاد از گذشته ها بکنیم و از چگونگی برگزاری کودتا یا تغییر شاهی در جمهوریت و آل از جناب دیپلم انجینیر جنرال صاحب عبدالحمید معتاد در نخست فقط اما قدر از پیشان تقاضا خواد کردم که آیا شهید سردار محمد داوود خان در زمانی که پادشاه ازبق افغانستان مرحوم محمد ظاهر شاه در کابل بودند در او وقت اینا تصمیم به ای گرفتن که کودتا بکنن یا بعد از ای که اونا به روم رفتن جهت تدایی؟ عبید گرامی خود من نخست میخوام از پنجامین سال جشن جمهوریت ها که تقریبا 50 سال گذشت به تمام دوستان خود یاران خود کسانی که ممرای ما در ایران و رزم یک جا بودن تبریک بگوین و اما کسانی که جمهوریت در اون وقت لبایی گفتن و به مردم افغانستان که یک روز روز تاریخی است با وجودی که در خلال 50 سال حوادث ناگوار رخ داد ولی معنی ایجی ندارد که ما جمهوریت مکمل نادیده بگیریم و نقشش نقش فراموش شده. متاسفانه اکثری کسا میگن که بدبختی از جمهوریت آغاز شده در حالی که چنین نیست. آمدیم با پرسش شما در رابطه با سردار داوود خان این رو باید خوب صحبت کردن در مورد کودتا بسیار طولانی عمیق همه جانبه است. من بارها در گذشته صحبت کردیم و 20-25 سال پیش با بی بی سی صحبت کردیم با تلویزیون ها و حال فقط تکرار در تکرار خواهد شد و کنم حرف دیگری نداریم و همه قدر باید تذکر بودم که برنامه جمهوریت از سنبله سال 1351 که من دخیل بودم آغاز شد تا به تاریخ 26 سرطان و در این مدت در این شکل نیست که حوادث گوناگون نمید که در اینجا لازم نمیبینم که زیاد به توضیحات صحبت بکنم. من فقط مسئله جمهوریت از دهم سرطان شروع میکنم که ده سرطان اقدام داشتیم برای یک تغییر به وجود بیاد. متاسفانه مشکلات تکنیکی به وجود آمد و او روز حرکت ما صورت نگرفت به تعویق افتاد و پادشاه به دنبال ده سرطان به تاریخ 11 سرطان با سردار عبدالولی روانه ایتالیا شد برای تداوی چشم. ما از تاریخ دهم سرطان تا به تاریخ 26 سرطان فقط مدت 15 روز داشتیم که تلاش و تپش برای آوردن نظام جمهوریت بود و صدر اعظم سردار داوود خان همیشه در همین مدت تاکید میکرد که رفقا متوجه باشین که حرکت ما حرکت ملی است. در این حرکت نباید خون ریخته شود، نباید مردم آزرده شود. اگر ما درک کنم که کوچکترین خونی یا این باشه ما با شما نیستم و در میشه من اعلان میکنم. دیگر این حرکت یک حرکتی بود اروگوی سیر محترم حرکت کاملا ملی مردمی و از بطن مردم افغانستان نشد کرده بود و به خاطر منافع مردم افغانستان به خاطر منافع اولیا و آزادی و استقلال کشور پیاده شد. اینی چیزی بود اگر ایجاب کند توضیحات بیشترم خواهم داد. تشکر میکنم جناب جنرال صاحب معتاد، اگر بیشتر در این رابطه توضیح بتین خوشحال میشم. خب در رابطه با من چند روز پیشتر تقریبا 3 روز پیشتر جناب دکتر صاحب شرق
تلفنی صحبت کردند با من یادآور کردند که به خاطر دارید 50 سال پیش در این روزا چی میگذشت. من در پاسخ گفتم که بله دکتر صاحب محترم، من از تاریخ 10 سرطان تا به تاریخ 31 سرطان هر روز هر دقیقه و هر حادثه که بود از نظر من تیر شده و ما شاهد از این بودیم و همیشه در نزد ما زنده است. ما به تاریخ 19 امروز تاریخ 20 سرطان است فکر میکنم، یا دیروز 19 امش بود، اقدام بود که ما هرچه عاجلتر برنامه عملی بکنیم، به دلیلی که اگر ما اسد داخل شد با بعد از او مشکلات به وجود میاد. چرا قطعات اردو در چمن حضوری اظهارات رسم و گذشت میگیرند و باز ما مزاحمت ها به وجود میاد و ما مجبور میشیم که باید به تعویق بندازیم. فلیازا سرطان یگانه مایی بود که باید ترتیب میشد. با تاریخ 19 سرطان زمانی که با مرحوم فیض محمد خان که مدیر حرکات قطعه 444 بود، یعنی مدیر حرکات قطعه کماندو بود، تماس گرفتیم. برای ما یک حرف زد، گفت که محتاط، ما امروز با قطعه خود از طریق شکردره به عوض خاص میرم، از طریق پغمان ما باز دوباره پس میرم، برای 3 روز قطعات پیاده کوگردی میکنیم. و روز پنجشنبه فقط ما دوباره به کابل میریم، روز جمعه استراحت میکنیم، به روز شنبه شما تصمیم بگیرید که چی کنیم. که هرچی عاجلتر روز شنبه تاریخ 23 ماه سرطان بود. همین بود که ما فیصله کردیم که به تاریخ همی برنامه های خود هفته بعدی، از نظر ما بهترین تاریخ 25 سرطان بود و 31 سرطان بود. چرا در این 3 روز ما تمام نیروها و قطعات خود جا به جا میکردیم؟ مگر با این برنامه هم مرحوم حبیب الله که یک افسر تانکیست بود در داخل گارد شاهی، اوجا قطعه کندک تانک بود و در حدود 10 چند تانک اداره و کنترل میکرد، بر ما تذکر داد که تاریخ 25 برای ما مناسب نیست، چرا قمندان کندک ما موجود است. ولی به تاریخ 26 قمندان کندک میره، ما قطع کندک. و فیض محمد خانم تاکید کرد که شما برنامه پیاده کردن چیز با ما عملی بسازین، به دلیلی که قوای ضربتی قوای چیز است کماندوس و قطعه داخل تانک است و دیگه باقی فلش کردن دستگاه مخابرات و یا دستگیری بعضی از افسرها و معاصری ارت یا دستگیری سردار عبدالولی و 57 نفر دیگری که در لیست شامل بودن، اینا حرکات بعدی است که شما رو تنظیم کنید. در حرکت ما یک بار دیگر من بسیار زیاد این رو تاکید میکنم که چند نفر نقش بسیار برجسته داشت که از جمله فیض محمد خان بود. خدا مغفرت کنه، انسان بی نهایت با جرأت با شهامت، آدم وطن پرستی بود و همیشه از او خاطرات خوش ما داریم و دلیر بیترس. نفر دوم مرحوم حبیب الله بود که او در داخل ارگ شاهی وظیفه داشت ولی سخت می ترسید که مبادا حرکت صورت نگیره، مبادا او دروازه های جنوبی ارگ باز کند و نیروهای فیض محمد خان داخل حق نشد و این یک خطر بود که ایرم ما با مامروش او را صحبت کردیم. و رفقای دیگری که با ما بودن در اینجا در شکل نیست که جناب مولادا بود و یوسف خان بودن، جنرال سبرفی بود که فعلا الحمدلله زنده هستن و دیگر احمد یا بود که در گارد وظیفه داشت تا مدت طولانی را و پاشاگل خان بود که با ما فقط همدوش و همراه و همسفر بود، جنرال عظیمی بود، عبدالستار خان، جنرال ستار خان بود که فعلا در لندن هستن و جان مات خان بود و صاحب جان خان یاور صدر اعظم داوود خان بود که پسان شهید شدن و تعداد زیادی مجموعا تعداد رفقای ما که در این چیز بود در حدود 130 نفر میرسید و جناب غوث خان فایق بود و جناب غلام حیدر خان رسولی بودن و از کسای ملکی البته
عبدالقدیر نورستانی بود و عبدالاخان بود، یعنی ها نفرهایی بودن که هم با ما همگام بودن، هم سفر بودن، یک جا کار میکردن. و در اینجا شکل نیست که از جناب دکتر زبشق باید با خوبی یاد کنیم که انسان فوق العاده شریف و در کنار صدر زب داوتخان قرار داد و همیشه مشوره همکاری تا آخرین لحظه با ما بود. و یعنی خودی به حرکت 26 سرطان شما اتفاقی کنید که اگر قرار باشد شما یک محفل آروسی تنظیم کنید چقدر مشکلات هست، مثلا چقدر چیزا کار هست، یک عمل بسیار کوچک است ولی قیام و سقوط یک سلطنت بعد از 274 سال این حرکت ساده نبود و این به نهایت سنجیده و متین افسران سرسپرده وطن پرست که فارغ از هر گونه تعصب و قومگرایی یا قوم پرستی یا مذهب و بودن، فقط به خاطر یک هدف، جمهوریت، به خاطر مردم افغانستان، جمهوریت به خاطر اینکه کشور از حالت رکود، از حالت سکوت، از حالت بی‌مبالاتی برایت و افغانستان هم در جهان خارج به ایسی کشور آزاد و مستقل سر بالا کند. اینی هدف اساسی بود که ما حرکت 26 سرطان پیاده کردیم. کودتا خوب پیشترم به شما اشاره کردم که جناب مرحوم صدراعظم داوود خان از آغاز تاکید کردند که در حرکت ما مسئله ریختن خون مردود است. اگر قرار باشد که خدا نخواست یک کسی ناحق کشته شود از بین برد و این دیگه برای ما بسیار شرم‌آور است و این من تحمل کرده نمیتونم. و از این لحاظ تا آخرین لحظه کل رفقا و کل دوستان ما به باور بودند که از خودداری کنند، از سلاح استفاده نکنند. ولی متاسفانه 3-4 نفر ما تلفات داشتیم که هم از نظر ما یک حرکت بی‌مبالاتی و بی مسئولیتی بعضی از رفقا صورت گرفت. دیگه تلفات نداشت، مکمل کودتا سفید بود و به روز 26 سرطان شما خود در جریان هستید که مورد تایید و پشتیبانی مردم افغانستان قرار گرفت و هیچ گونه ما مشکلاتی نداشتیم. وقتی که اقدام به کودتا شد اراسی از استخبارات شایی نبود، یعنی استخبارات شایی بی خبر بود از این موضوعات؟ دقیق این سوال بسیار سوال خیلی جالب است. اکثری کسا پرسان میکنند. من پیشترم اشاره کردم که با تاریخ 10 ما اقدام میکردیم دای سرطان و معطل شد. به روز بعدش که ما شخصا به مراقب پادشاه گلخان رفتیم به ملاقات صدراعظم داوود خان تا پرسان کنیم که بالاخره حرکت در چه مرحله بود، چه شد. صدراعظم از جیب خود یک کاغذ که کشید گفت که یک حرف هم بزنم شما ورخطا نمیشین، نمیترسین. گفتم نخیر. گفت که اولین دفعه است که نام خودت و نام پوشوگر خان بالای میزی وزیر دفاع نوشته شده که تمام کودتا علیه سلطنت توسط دو نفر افسر پایین رتبه در محل قمانده قویوی تنظیم شده صورت میگیرد. گفت این ورقه از بالای میز وزیر دفاع فروخان لوی درسیس بالا رفته بود و به صدراعظم داده بود. باز فروخان گفته بود که وزیر دفاع بگه که من آله اگر این دو نفر معرفی کنم به پادشاه، پادشاه خواهد گفت که شرم‌آور نیست یک دو نفر افسر پایین رتبه شما میترسید. گفت وزیر دفاع خانمت خان کاملا در حالت چیز باقی ماند، بی تفاوتی که چی کند. امی بود که پادشاه روانه ایتالیا شد و سردار عبدالولیم بمراهش رفتن و سردار ولی البته به تاریخ 20 سرطان برگشت و ما فرصت ندادیم که دوباره سر این موضوع فکر شود که موضوع افشا شده. ولی از ما پیشگیری کردیم چیزی عمل خدا. شما چند مرتبه با شهید سردار محمد داوود خان دیدار داشتین؟ روزی سپ در رابطه با داوود خان ما قبل از کودتا صحبت های طولانی داشتیم و ما اولین باری که با داوود خان معرفی شدیم صحبت کردیم بعد از جلسه های دو و سی
چهار خود داوودخان علاقه گرفت و اندیشی مرا افکار ما را نسود به پاکستان پرسان کند که نظر ما در با پاکستان چیست. من برش امون وقت به صلاحات یاد کردم که ما در قایوایی از نظر قایوایی ما دو گون داریم. کل قایوایی دو گون است. یک گون تورات شکاری است. یک گون تورات بمباردمان است. و هم به طور زیاد فعال نیست. ولی پاکستانی ها در مرز افغانستان در مرز با ما سند حدود 11 میدان هوایی منظم دارند. ارتش پاکستان ارتش مسلکی است، ارتش کاملا کار آزموده است، ارتش دائم العمر است. ما عساکر جلبی داریم برای 2 سال که 6 ماه و اینا و اکثری هم بی‌سواد هستیم. ما با پاکستان نمیتونیم چلنج بدیم. گفت که ما مسئله ملی داریم. گفتم مسئله ملی رو من نمیدونم. 123 سال مسئله دیوران میشد. شما چطور میتونید مسئله دیوران در این شرایطی که جمهوریت آوردن گفتیم ما مسئله دیوران نمیتونیم. من باز یاد کردم گفتم که شما با یک نیرویی که به مراتب از شما قوی تر است شما ادعایتان نشین. بالاخره در سال 1351 گفت خب جنس خیلی موضوع ما میبینیم که هر کس که هر وقت خداوند خواست باز ما کامیاب شدیم اون وقت گپ میزنیم. شما ببینید اولین صحبت تلویزیونی داوودخان با قلم خودش پاراگراف اخیر نوشته میکنه که ما با برادران پاکستان خود با پاکستانی ها مشکلات داریم. ما امیدواریم که مشکلات از طریق مذاکره و مصالحه حل شود. که مسئله برادران پشتون است و این یک سیگنال به نهایت هوشیار باش به پاکستان بود. پاکستان در سال 1974 خود ضیاءالحق که او خودش قمندان گارد پادشاه عربستان سعودی بود از جا وظیفه گرفت آمد با ایسی یعنی خود آیسای یا استخبارات نظامی پاکستان در سال 1974 1353 تجدید نظر شد. اینا رو وظایف گرفتن که باید این کشور میتوند مداخله کند. یعنی آیسای از اون سال مداخلات خود شروع کرد و شروع کرد به بیشتر از 5000 مجاهدین امروز که ما در وقت اون اشعار میگفتیم و مخالفین دولت میگفتیم در پشاور زیر نظر نسل آباور تربیه شد و اینا وقتاً فوقتاً به افغانستان روان شدن که شما میبینید جناب آقایت حکمتیار، جناب سیاف، جناب استاد ربانی و ده ها کسی دیگری 7 تنظیم در پاکستان و 8 تنظیم هم برادران ایرانی ما چی کردن بر ما توفه جون. اینی مشکلاتی بود که در آغاز از در زمان داوودخان شد که او از امون صحبت داوودخان از برخورد اشتباه آمیز من نظرم که اگر همون کار صورت نمیگرفت، اگر همون سیاست سکوت پاسرار را دنبال میکردیم و با پاکستانی ها یک سیگنال میدادیم که شما برایتان، ما برایتان، ما مشکل نداریم، ما مسئول چیز کارهای بزرگی خود هستیم، ضرورت به این نیست که ما با شما اون وقت بود که ما میتونستیم از این نتیجه مثبت بگیریم و پاکستانی ها اطمینان حاصل میکردن و عین حرف البته پاکستانی ها در حکومات بعدی هم این کار کردن و شما ببینید که از سال از زمان داوودخان از سال 1974 که آیسای فعالیت خود شروع کرد که امروز 50 سال میشد و مردم افغانستان قطعا در فضای امن و آرامش نیستن. هر سالی خرابتر بدتر یک سایه شون بالای کشور حاکمیت پیدا میکند و از امون مرزها برای افغانستان بدبختی صادر میشد. این داوودخان بارهایی رو تاکید کرده بود، بارها میگفت که از یک طرفی رو درک هم میکنم که هر وقت که ما یک چراغ روشن میشد از امون سمت گل میشد، ولی بسوارا خودش هم مسئله پشتونستان تا حد دامن داد که در آخر دوره ریاست جمهوری خود در باغ شالمار ناگزیر شد که از در کرنش پیش بیاد و از در سازش پیش بیاد و دست برادری دراز کند که بسیار نابخش شده بود و او مشکلات دیگری را در
بخش های شوروی ایجاد کرد که اونا بدگمانی و این افغانستان یک کشوری است، کشوری ایران خال به شما صراحت بارها گفتیم ما گفتیم که ما از ترکیب اجتماعی خود از ترکیب بسیار رقم مانده هستیم، هنوز این ملت قوام نگرفته، هنوز متشکل نشده، هنوز ما یکی خود هم از همپذیری وجود ندارد. ما خود مذهب افراطی که شما فکر میکنید در قالب عقب‌ماندگی مردم افغانستان و مناسبات قبیلوی کشور به کجا به تباهی کشانیده، تا هیچ کس حاضر نیست پیدا نمیشد برای کشور یک نسخه بدهد. غربی ها یا شرقی ها هر کدام که بگیرید اینا در جسوی منافع خود هستند، اینا سر چین صحبت میکنند، سر آسیا میانه صحبت میکنند، سر این صحبت میکنند، ولی که ما قربانی میدیم، ما کشته میشیم، کس صحبت نمیکند. و دوست خان از اون وقتی این موضوع ما یاد میکنیم، متاسفانه اشتباه صورت گرفت. دوست خان با همه وطن پرستی، با همه پشت کار، با همه دوستی محبتی که به مردم افغانستان بود داشت، ولی اشتباهات گپ ناشنوی یا خودکامگی یا دیکتاتوری منشانه خود داشت که او بدبختی های زیادی با مردم افغانستان به وجود آورد. فکر میکنم که ارتباط شهید سردار محمد داود خان با خان عبدالغفار خان هم بسیار نزدیک بوده. بله ارتباط بسیار نزدیک داشت و ارتباط بسیار نزدیک داشت. یک وقت خوب این صحبت هایی است که تاریخی سیرم باید آدم باید تذکر بده یاد کند. یک وقتی که صدر داود خان در سال دوری اولش سرزم بود، البته به خان غفار خان پیشنهاد کرد که شرایط مساعد است، میتونید شما در افغانستان یک حکومت جلای وطن ایجاد کنید، و غفار خان پاسخ داده بود که ما در شرایط حاکمیت سلطنتی نطفه یک نظام جمهوری را نمیگذارم و این برای ما غیر قابل چیز است. وقتی که جمهوریت آمد و خان غفار خان به کابل آمد و داود خان برش یاد کرد، گفت یادتان است که شما او وقت گفتین در شرایط سلطنت ما حاضر نیستیم که نطفه گذاری جمهوریت کنیم. حالا این جمهوریت آمدد، خان غفار خان امی حرف گفت جمهوریتان هنوز دوره کودکی خود سپری میکنه، در با کودکا بازی کردن نمیشد. این حرف از چیز است. و البته بعدا خان غفار خان آمد و به کابل و صحبت های بمراه داود خان داشت و از جهتر از ایجاد بین دوستی بین دو ملت صحبت کرد، ولی خب کلش حرف های فریبنده بود، صادقانه نبود و اینا همیشه با مردم افغان آنقدر که خان ولی خان به پاکستان پابند بود و خود باعث یک سیاستمدار پاکستانی میدانست، کمتر به مسائل افغانستان علاقه داشت. من خودم به خاطر دارم زمان کابل آمد در زمان داود خان با پاشمون خان یک گرفتیم به دیدنش در گلخانه صدارت، در مو وقت ترکی و افیزالامین پیدا شدن یکی با دنبال دیگری در جلسه شش نفری رو براتم صحبت میکنیم که ولی خان بود، اجمل خطک بود و ما بودم، پاشمون خان بود، افیزالامین بود و کس بود ترکی بود. بحث طولانی شد و حرف های زیاد تا بالا زیاد شد و اموجه ترکی برای چیز برای خان عبدالبل خان گفت که خان سپ ده تاسی ده پلار دوری تیری شویده ای اوز طبقاتی مبارزی روانه ده، گفت که دوری قبیلوی یا شما گذاشتن حاله مبارزی طبقاتی است، ما به طبقه زحمتکش پاکستان علاقه داریم نه تنها برای پشتون ها. همین موجب شد که اجمل خطک فورا مداخله کرده و گفت که ولا ترکی سپ راست نگد، ما وقتی که یک مظاهره را در پشاور برای می اندازیم باز کسب کارهای پنجابی و گجراتی و کشمیری علاقه نمی گیرند، میگه شما مشکلات خود می گیرند نه مشکلات مردم پاکستان. از این لحاظ یک تر هست که من روبری خودم صورت گرفت، یک چیز تاریخی به خاطرم از این موضوع رد و بدل صورت گرفت. این حرف تا
تشکر میکنم جناب محترم جنرال صاحب معتاد. اگر شما لطف بکنید بگویید که روابط شهید سردار داوود خان با حزب خلق و پرچم چگونه بوده؟ ولن داوود خان با خلق و پرچم یک بار در زمان پرسان کردم از پیشش من گفتم برای من با کار من رفتم صحبت داشتم با هم بمروی ترکی سیم با صحبت داشتم گفتم اگر یازه میده که اینا را من ترکی گفت که اگر شما را داوود خان بایزی چی بگیش میانجی تعیین میکند ما حاضر هستیم قبول کنیم و با صد کارمل زید که صحبت کردیم که بشین مسئله اتحاد اتفاق کارمل یک دفعه کاملا رد کرد گفت که با جمهوریت مشکلات خلق نکنید هر کسی که وطن پرست است باید در جمهوریت منحل شود و سازمان خود اعضای خود منحل اعلام کرد دیگه از اینجا وقتی که با داوود خان صحبت کردیم داوود خان برای گفت قطعا با اینا گفت من میدانم اینا گفت شما حق صحبت کردن ندارید صحبت نکنید این حرف داوود خان بود در رابطه با یا ولی خوشبین بود دکتر سپشق بیشتر در جمعه کنتم معلومات دکتر سپشق بیشتر معلومات دارد و بیشتر به شما میتونن گزارش بدن و اونا موظف بودن سر تا سر دوری اولی داوود خان تا دوری آخره هم با ترکی ارتباطات داشتن هم برای کارمند داشتن اینا ملاقاتشون تنظیم کردن صحبتهایی داشتن من خودم در جریان کارهای تفصیلیش شامل نیستم و نبودیم و در جریان هم نیستم که ولی باقیدیم که رفقای پرچمی مناسبات نزدیک داشتن تماس های نزدیک داشتن و اینا سخت تلاش میکردن که از خب از افراطیگری جلوگیری صورت نگرد اوجه یک مشکلات ما داشتیم مشکلات البته ما بمروی فیزمت خان تره کردم فیزمت خان 112 نفر اول سوال تعیین کرده بود که اکثریش از رفقهای پرچم بودن و یک مشکل خلق کرد بین خلقی ها و مردم دیگر که دولت اتکا بالای پرچمی ها دارد فیزمت خان برای ما گفت که من عضو حزب هستم از سابق عضو حزب بودیم من ناگزیر هستم که هر پیشنهادی که میشه در وزارت داخله با کمیته مرکزی من را رجعت بدم و اونا باید اوکیشونه بگیرم من گفتم اشتباه کلان است به دلیلی که اینمی توازن سیاسی رو در داخل جامعه برهم زده و نه تنها اخوانی ها بلکه روشنفکرهایی که با شما خوشبین بودن بعد از خوشبین نیستن اینا جهت خود تعیین کردن یا بی‌طرف شدین یا موضوعی خود در صف دشمن قرار دادین فراموش شده متاسفانه اکثری کسا میگن که بدبختی از جمهوریت تلویزیون دیوالی او پیوستون دیختین غک خوزم ممنونتان شما اگر لطف بکنید بگوین که شهید سردار محمد داوود خان آیا یک ادارچی بود و یا یک دیکتاتور؟ بلکم انسان ایوره ما ثابت داوود خان کسی برش میگفت که بالای چشمت ابروز خوشش نمی آمد یک عادت بود البته طبیعت همیره بود تو بار آورده بود فکر کنیم که از زمانی که بایسی ولی ننگرهار سال 1929 بود و این یک نامه به کاکای خود به نادر خان نوشته می کند یک ماجراجویی رو می خواهد در اوجه ایجاد کند نوروز خان بشناسیم که در اون وقت نوروز خان سرمنشی بود و این نامه رو به نادرشاه نشان میده نادرشاه گفت میگه من دستی بچه زیاد به تکلیف هستم به هیچ چیز نیست و این از اون وقت روحی سرکشی نسبت به کاکاهایش وجود داشت حتی پادشاه در مصاحبه که بمرای خانم بکتاش کرده به صلاحت گفته که او داوود خان گرچه ما در یک بستر چی شدیم ولی او چیز بود مکمل
خودخواهی خود داشت، یعنی نسبت به تمام فامیل و او خود یک گردن بالا میرد. اما داوود خان آدم از نظر من آدم پشت کار زیاد داشت و وطن زیاد دوست داشت، در آبادی افغانستان علاقه بی نهایت سرشار داشت. همیشه یک پل و پلچک و یک سرک شرفتن خودش پرسان میکرد که فلان پل چطور شد، فلان پلچک شد، در فلان قریه چطور شد. یک وقت من یادم از اخبار سر بند سرده یک مدرب نشه شده بود و مدرب خاند و فورا داوود خان سری و مدرب عکس العمل نشان داد. دکتر سب نوین خواست گفت که گفت ببین ده این نشته کده که این سرده نمیدونم چند هزار زمین زیری آب میگرد. گفت شما میره دیدین، شما می بنده دیدین، شما می برین برای خدا، چرا شما راپور غلط معلومات غلط به خورش مردم بدین؟ نکنین این کار کی کده که ما یک قدر این ظرفیت ایره نداره یک بند کوچک خورد سا. یعنی تا به این اندازه او با مسائل کوچک متوجه بود، پرسان میکرد، تنش معلومات میگرفت. میگرد این یک طرف خوب است، از یک طرف او اتکا به شبکه های استخباراتی هم داشت. همیشه داوود خان خراب کرد شبکه استخباراتی خراب کرد. من بسیار واضح براتان میگم، من یه کتاب هم نشه کردیم، صحبت های من در گذشته هم صورت گرفته. ما در سال 1352 یک سفری داشتیم به خوگیانی، از خوگیانی برگشت کردیم، زمستان سرد بود. من و وطنجار در آمریت مخابرات، مخابرات که آمریت در جلال آباد از خود داره، در حدود چند اتاق و زندگی و بسیار جاید یک تیپ جایی برای کارمندهای وزارت مخابرات، در موجه ماندیم و ولی واصفی بود، ولی ننگرهار. واصفی در قضا که شما بین نان شب یک جا بخوریم، من معذرت خواستم، گفتیم ما خسته و مانده از خوگیانه بودیم، مهمان بازمتخان بودیم، دیگر سبا وقت میریم به طرف مرکز. اینه میره راپور دموش شب شب فورا واصفی و شیزداد روان کرد به داوود خان که در این لحظه که صحبت میکنم برای شما، در این لحظه آقای محتاط ممرای وطنجار قماندان کندک تانک گارد جمهوری برنامه شما را دارد، شما را میبینی خطرناک است. به مجرده که روز شنبه ما به دفتر رسیدم ساعت 9 بجه، انوز دو دفتر نشون که داوود خان تلفنش آمد، گفت وزیر سپ گفت یک دفعه بفرمایید بیان پیش من. رفتم پیش شما، راستن به دفترش رفتم، گفت که شما در جلال آباد یک چیز دارین، یک تیپ مهمانخانه دارین. گفتم داریم. گفت نمیشه که این مهمانخانه رو برای قبایل تسلیم بکنین؟ گفت اونا مهمان دارن. گفتم خوب شما کو میکنید؟ من امور در روز روبایی داوود خان امین مهمانخانه وزارت مخابرات که مال وزارت مخابرات بود به وزارت قبایل ایره تسلیم کردیم. ولی در عین روز وطنجار، اسلم وطنجار از ارگ از قمندانی کندک برطرف شد، خانه نشین شد و پشت سر شد. من تعجب کردم، تعجب کردم که با یک راپور استخباراتی دو نفر رفیق نزدیک خود داوود خان از اسم تدویق غلط کار است. از این نوع مثال ها پیش ما بی‌نهایت زیاد است. نیست که من داوود خان متوجه نکردم، من داوود خان ده ها دفعه برش گفتم که صدر اعظم صاحب با این راپور ها یک کمه که اعتیاد کنید، اینا وقت رو نمیگن، اینا افرادی سر شما رو خوش میسودن. داوود خان گفت ما سینما دوره پیر 65 سال هستم، شما جوان هستین، شما میدونین کارتان میدونم، من چند وقتی با شما هستم و بعد از اینی حرفش بود. خدا نمیتونست بکارم، دلم با حال زیاد میسوخ. میدین که انسان در حالت میره با منطق امروز صحبت نمی کنه، با منطق بسیار 40 سال پیش، با افکار بسیار کنه، با شیوه های بسیار کنه که داشت خان مانده بود. هر کس در این روش داوود خان البته مشکلات خلق کرد. نسبت به نزدیکترین رفیقای خود داوود خان بدگمان شد، نسبت به نزدیکترین رفیقای خود در آخر امو کسای من که بالاخره اونا داوود خان چیز کردن، موجب سرنگونی شدند. شما زنده باشین معتاد صاحب بزرگوار. اگر لطف بکنین بگوین که بعد از اینکه جمهوریت پیروز شد، آیا شهید سردار محمد داوود خان با پادشاه ازبک تماس گرفتن، صحبت کردن از چگونگی از اینکه پیروز شدن یا خیر؟
داود خان از پادشاه زمان مطمئن شد که اعتمادی از ایتالیا نامه استعفا نامه پادشاه را آورد. اون وقت بود که پادشاه در جلسه کمیته مرکزی موضوع پادشاه را ترک کرد، گفت که پادشاه از سلطنت کاملا دست کشیده، در صدد احیای مجدد دینیست، حالت بدی دارد در ایتالیا، ما باید توجه کنیم برای معاش ازی، برای زندگی ازی، خرش ازی، دانه ازی، که البته من در روز کمکی ملحوظات خود داشتم در جلسه و او موضوع انعکاس زیادم پیدا کرده. من فقط به صراحت گفتم که اگری توطیه، اگری سازش و چیز هستی که من حرفی ندارم، اگر سازش نیست، اگر سقوط سلطنت قانونمند است، باید در برابر ازی قانونی عمل شود. پادشاه سقوط کرده، خدا حافظش، مال دارایش کلش تسلیم ملت است، از پدر چیزی نداشت، کلش از ملت افغانستان است. همین موضوع جنجال کرد که مشکلات زیاد پیدا شد که در کتاب هم زیاد نشه شده. آیا برای پادشاه ازبق محمد ظاهر شاه کمک های مالی هم صورت می گرفت از طرف سردار محمد داود خان یا خیر؟ بعد از این پس کابینه برطرف شدن، سبکدو شدن به تاریخ 2 سال 1353، بعد از اون دست باز داشتن، همه چیز، هم پولشان پس داد، هم ملکتشان داد، هم حاصلات زمینشان، هم دارایی هایشان، همهشان هم باز با تمام نیم و دوباره همیشه میگفتن که جمهوریت سلطنت دوباره پادشاه مقام خود احیا کرد. آیا شما با قطعات نظامی در ولایات هم به تماس بودین یا هیچ احراسی از اونجا نبود؟ در رابطه با ولایات ما توجه نداشتیم، به دلیلی که ولایات برای ما اونقدر اهمیتی نداشت در شب اول. با روز دوم بدون چون چرا ما یک دستگاه مخابره، دستگاه مخابره به نام R118 از داخل وزارت دفاع در شب اما شب 26 سرطان انتقال دادیم به داخل منزل صدر اعظم دستگاه نصب شد و افسری که وظیفه داشت فعلا الحمدلله زنده است در فرانسه، در گروال سیرا پرمخان فرانسه است که وظیفه داشت ارتباطات خود مرکز با قطعات با اطراف وصل کند. ما اولین پیامی که صادر کردیم به قندار بود و قندار برای باسد خان دگر جنرال قمندان قلودی قندار بود، برش پیام رام کردیم با تعقیب زو. البته با روز 20 ما یک هیئت افسرها را از قوای هوایی روان کردیم به قندار که در رأس زو واسد خان پیلوت بود، کوهستانی بمرای 7 نفر رفتن از قندار اطمینان حاصل شد، اما این هیئت رفتن از بشندن، از شندن هم ادمینان حاصل شد. در روز از ما قادرخان با قمدان شندن به کابل آوردیم و قادرخان مسئولیت گرفت که تا قمدانی و سوق اداره قوای هوایی را بعد از تاریخ 27 سرطان به دوش بگیرد که وظایف ما اگر کاهش پیدا کنه. من عملا از وظایف هوایی اگر فارغ شدم. دیگر قطعات دیگر شهرها خودشان خود به خود پیام‌های تبریکی روان میکردن و جمهوری ما مبارک باشد، آنقدر سر صدا و نغمه و ایجاد شده بود که چی میکنید با کل اول. البته در روز اول یک کمکی یک سردرگمی وجود داشت، خصوصا شما کارمند رادیو افغانستان بودین، روز کار داشتین سابقیم، شاید به خاطرتان باشد شدرس دوستان به ساعت 7:20 پیام خود خواند و بعد از او یک خاموشی، کس نمی فهمیش. بالاخره دکتر سیف شرق با عبدالقدیر و عبدالله خان اینا را وظیفه داد که شما برین خاننده و نوازنده و کجا هستن بیارین برای جمهوریت. در ممکن بعد از او هر کسی آهنگ های جمهوریت به سرودن گرفتن و یکی به دنبال دیگری و فهمیدن که جمهوریت دیگه برگشت ناپذیر است
با سلطنت دوباره احیا نمیشد و جمهوریت پیش میرد. یعنی خاطرات بسیار خوش روزای 26 سرطان و گرفتاری هایی که ما داشتیم. سردار داود خان آیا انفرادی اعضای کسایی که در کودتا سهم داشتن اونا را انفرادی دیدار میکردن و یایی که دست جمعی در جلسات میبودین؟ ما روزه سه بخترم ما اولین جلسه اولی کمیته مرکزی را که عکسش هم برآمده موجود است در اتاق کوچک منزل دوم تعمیر وزارت دفاع انجام دادم. یک روز دوم بودا و هدف از این جلسه فقط گروز گزارش گیری بود که چه کارها صورت گرفتد و هر کس به نوبه خود گزارش دادن و اطمینان دادن که همه چیز منظم است. و اوجا جالب از ایست که ایواد 57 نفر 61 نفر بندی شده بود. اوجا 61 نفر چرا بندی شده و کس پاسخ نمیداد. نوزه بود جناب حسین فایق اینا گفتن والا وقتی که احمد شاه را می آوردن با خود عبدالله روقی هم گفت که مرا هم ببرید من تنها بوده نمیتونم. او خودش آمده و موسی خان قمندان قوای هوایی که مرسیال بود و او برنامه گرفتاری نبود او خودش هم آمده بود که مرا چرا آمدید مرم دستگیر کنید. اینا خودش هم دیگری با بعد از او جلسات ما در چی صورت می گرفت؟ در داخل یک اتاق یک منزلی مدوری بود در داخل باغ صدارت. یک تعمیری صدارت بود یک باغ صدارت یک اتاق مدوری و همونش همیشه جلسه میکردیم گزارش ها دیده می شد با بعد پراگنده می شدیم باز رفقا که کار می داشتن به طور جداگانه ساده زم دو خانه می دیدن. ای چی بود؟ هر کس هر وقت که می خواست برای ما قابل دسترس بود می رفتیم و امروش صحبت می کردیم و در اکتی صحبت هایش هفته اول دو هفته اول ما مکمل حضور داشتیم. چی گونه سردار سید داود خان مشاور شما شد در رابطه با کودتا و تغییر شایی به جمهوریت؟ اگر لطف بکنین در همین زمینه یک مقدار معلومات ارائه بکنین. ما هدف صدر اعظم داود خان مشخص بود که اعلام جمهوریت. ما جمهوریت با یک پدیده نوین در افغانستان معرفی میکنیم و این مردم افغانستان است که جمهوریت باید بکنند. این هدف بود و در بخش مسائل نظامی صدر داود خان او کوچکترین فقط یک توصیه داشت و مشورت داشت که چی کارا انجام صورت بگیرد و دیگر مداخله در کار قطعا نمی کرد. و مشکلات صدر اعظم داود خان بعد از 26 سرطان آغاز شد. بعد از او که اعلام جمهوریت شد و با زدر گوشه و کنار آنقدر مردم بالایی سرازیر شد که اصلا تصور نمی کنه که بلکل وقت شد خیلی ظاهر بکنه. از این خاطر است که دشمن هم ایره باید دشمن هم تلاش داشت در روزای اول چون روزای نو است نگذارد که داود خان با این برنامه خود برسد. از این خود ما در جریان یک سال که ما در جمهوریت حضور داشتم و فقط سر تا سر این یک سال دفاع از جمهوریت دفاع جلوگیری از دست های توطئه ها بوده دیگه چیم تقریبا 7-8 توطئه خرد و کلان در وقتهای گوناگون صورت گرفت که کلش خونساز شده. معتاد صاحب اگر در مورد میوندوال اگر یک مقدار روشنی بیاندازین. در مورد میوندوال ما صحبت های نوشتیم دارم و صحبت های قبلا هم کردم. میوندوال به تاریخ 28 ماه سنبله فکر میکنم که 28 سنبله روز پنجشنبه دستگیر شد. یک تلاش اینا داشتن و پیش از 28 سنبله میوندوال درک کرده بود که حرکاتشان سوال خلق کرده زیر پرسش است و حرکاتشان مشکوک است و در این شرایط خصوصا جمهوریت و داود خان تحمل ازیره ندارد که ایوازی کمکاری را
ببیند، بلکه مخالفت و ضدیت و و بدنامی و سرنگونی جمهوریت میخواد. از خود با این حساسیت بسیار زیاد داشت. برای ما میمندال شخصا مراجعه کرد به تاریخ یک روز پیش از گرفتاری خود. یک روز پیش از گرفتاریش رفته بود به کویستان و فاتحه مادر گلومد کویستانی رفته بود. باز از اونجا که برگشت برای ما گلومد تماس کرد، گفت که سادنسی بسیار عاجل است، میخواد که یک ملاقات تنظیم شود اگر ممکن باشد صدرزم داودخان رو ببیند. من اون روز صادقانه با صدرزم سه تلفنی صحبت کردم. یک روز پیش از گرفت صحبت کردم، گفتم که جناب میمندال بخواد شما را ملاقات کنند. بسیار قاطع گفت وزیر سه قطع نی، به هیچ شکل نی، گفت با این نفر نمیم، قطع نی، گفت پس هم صحبت میکنیم. باز ما موضوع رو برشون گفتم که شما دید. باز روزی بعدی شد که فهمیدید اسناد آوردن در قطعه منتظر نمبر یک که اوجه انداختن. نه اول روز اول روزی بود که نعیم خان روانی مسکو بود، در میدان هوایی ساعت 11 بجه او رو مشاهده کردن. بعد از اون که آمدن تقاضا کردن که رفقای کمیته مرکزی اگر زحمت نمیشد و چیز بین به قطعه منتظری نمبر یک. ما رفتیم به قطعه منتظری نمبر یک، اسناد انداختم که اسناد که اینا برنامه داشتن، نام افراد و وظایفشان، ثبت آوازشان. بازی اسناد رو برای کسی راه کردن به صدر سبتیبت خان و امو بود که امر دستگیریت اینا رو داد و اینا به طور 28 کلیشون دستگیر شدن. تعدادشون زیاد بودن را که میمندوال بود، خانمتخان مرسیال بود، خانمتخان چیز بود، عبدالرضا خان قمندان هوایی بود، سید امیرخان قمندان هوایی که ما او را تعیین کرده بودیم، او داخل در این مسئله بود. دیگر افراد ملکی بودن به نام اقبال جاجی بود و کی بود و کی بود و تعداد لستشان زیاد سا. این حرکت البته کمی که چیز کرد برای دولت زیاد جنجال کرد. اگر صورت نمی گرفت ممکن جمهوریت می رفت. با بعد از حرکت میمندوال حرکات بعدی حزب اسلامی شروع شد و گروپ فیضانی موجود آمد و گروپ های دیگه آمد و از گوشه و کنار به تبلیغات شروع کردن، به تخریبات شروع کردن و موضوع دیگه بس بلکل. پاکستان بسیار فعال شد و آیسای وظیفه گرفت که اینمی گروپ ها را در پشاور تربیه کند و گاگایی از شرق و غرب از اینجا و از آنجا برای کارهای تخریباتی روان کند و دولت مصروف بسودد. و همین بود که مدت طولانی برای 5 سال دوره داودخان با اینمی جنجال ها و این مشکلات سپری شد. اروگس محترم و البته به طوری که در آغاز صحبت اشاره کردم که هر قدر که اگر ما در رابطه با 26 سرسان صحبت کنیم منوز بسیار کم است و من یک کتابی ده که ایجاب میکرد از من تقاضا کردن در روزای اول 26 سرسان که باید نوشته کنم، به دلیلی که گفت که زمان تیر میشد، همه خاطرات از بین میرد و پسان ایواز وقت ها جعلیات جاگزین میشد شما این کار انجام بدید. من به دستور رفقا، به دستور دوستا امی مسئولیت گرفتم. در مدت 2 ماه اول جمهوریت من کتاب امی سقوط سلطنت که در بر میگیرد از تاریخ گفتم از سنبولی سال 1351 تا 2031 سرطان سال 1352 به طور مفصل من توضیح دادم و کتابم خوشبختانه در سایت در آمازون است. اگر بخش آمازون داخل شوند کتاب سقوط سلطنت جستجو کنند او را پیدا می کنند و معلومات مکمل مفصل پیرامون 26 سرطان پیدا می کنند و در بین ازو چهره ها، افراد، اشخاص، کسانی که بودند می بینند. البته در قسمت دوم کتاب سقوط سردار داودخان است که او را هم من نوشته کردیم و در کابل چاپ شده تا به حال متاسفانه در آمازون نیست. ممکن هم خرید او به آمازون معرفی شود. او هم حاوی 13 فصل است. همین اشتباهات در نظر گرفته شده.
هدف از بیان اینمی مطالب عزیز که چیزها گفته نماند، خوب است، خراب است، خوش میشن، خفه میشن، وقت های تاریخ، وقت های جامعه همی بوده. من امیدوار هستم که به پرسش های شما پاسخ قناعت بخش داده باشم و باقی اگر مشکلی پرسشی وجود داشته باشد میتونن از بابلای کتاب جستجو کنن. دیگه از تمام بینندگان برنامه شما یک دنیا سپاس میکنم که با حوصله مندی گوش کردن و ببینید که در این سن سال و در تلاش کردم که حرفا رو گفته باشم. من بازم تشکر میکنم و شما یک دنیا تشکر. با سپاس فراوان از شما محترم دیپلم انجینیر جنرال صاحب عبدالحمید معتاد، یک تن از شخصیت های سیاسی مبارز و انسانی که وطنتان دوست دارین و ملتتان دوست دارین و همچنان شما سمت معاون شورای وزیران هم بودین و همچنان معاون رئیس جمهور هم ایفای وظیفه کردین و یک خلوص نیت و محبت هم با ملت و با مردم داشتین که بر شما کامیابی های هرچی بیشتر از بارگاه خداوند تمنا دارم و از اینکه حاضر شدین تا این لحظه را با ما بودین یک جهان ممنون. دوستان عزیز، ای بود صحبت با جناب محترم دیپلم انجینیر عبدالحمید معتاد، سابق معاون رئیس جمهور و معاون صدر اعظم و همچنان از کسانی که در روزهای نخست 26 سرطان جانبازی کردند و در کودتا اشتراک ورزیدند و بالاخره جمهوریت هم پیروز شد، ولی متاسفانه که به بربادی سوق داده شد و روزگاری رسید که کسان دیگی که به قدرت رسیدن از ارگ شاهی حتی لباسای زنانه و اینا را هم در چمن حضوری در اونجا بردن و در کمپا در نندارتون گذاشتن تا مردم او را تماشا بکنن. واقعا جای تأثیر و خجالت است. وقتی ما میرفتم در اونجا برای کار، راستی که وقتی میدیدم اموال از ناره که آوردن گذاشتن در روی زمین، بسیار رنگ میبردم. خب شما هر کاری کردین اما با لباس های زنانه فامیل شایی چی کار داشتین؟ خب از در ملک ما بسیار از ایگه پا شده. ما امیدوار هستم که کسانی که زنده هستن و چنین اعمال را انجام دادن آل ندامت خدا بکشن که سودی هم نداره جزی که رنج وجدان اونا را نابود بسازن. صحبت که با جناب محترم دیپلم انجینیر عبدالحمید معتاد داشتم، زیبا صحبت کردن، قشنگ صحبت کردن، یک ذره گرمی هم بود در جرمنی و من اونا رو بسیار اذیت کردم، یعنی زیاد رنجشان دادم تا صحبت های انجام بتن. اگر کمک ساعتشان خوب می بود، عوام خوب می بود، شاید من بیشتر هم رویشان صحبت می کردم تا عرفای پیرامون سقوط نظام شاهی اونا صحبت بکنن. ولی دو ساعت قبل فرزندشان فرید جان معتاد کتابی را که جناب معتاد صاحب تحریر کردن سقوط سلطنت که بسیار عالی و دلچسب است، البته ما چند صفحه خواندیم، بر ما بسیار پرکیف است و ای کاش که امکانات می بود که آدم از این فیلم می ساخت، اما افسوس که ما هیچگاه در سینمای خود قدر امکانات را نداشتیم. یک افیز لامین خواست که یک فیلم از فعالیت های خود داشته باشه که امام نیم کله به خیالم ماند و نشد، ولی به هر حال یعنی برزی که تغییر در افغانستان آمد و شاهی به جمهوریت تبدیل شد، این کتاب بسیار ارزشمند است و صحنه به صحنه از این دلچسب است که مردم باید آگاهی حاصل بکنن و ما امیدوار هستم کسانی که اهل مطالعه هستن و علاقه دارن تا از چگونگی کودتا یا تغییر شایی به جمهوریت در سال 1352 26 سرطان آگاهی حاصل بکنن این کتاب دستیاب شوند، فرمایش بتن برشان، دفتن در هر جایی که باشه برشان میرسه. ما فقط میخواستم که در همین قسمت
یک تعداد از افسرانی که در قوای هوایی و مدافع هوایی در قیام مسلحانه امو وقت اشتراک داشتن، اسمایشان برای شما بخوانم. کسانی که وفات کردن خداوند بیامرزه و کسایی که شهید شدن هم خداوند بیامرزه و کسایی که زنده هستند در تاریخ جاویدانه هستند، برای زی که در تغییر یعنی شاهی به جمهوریت سهم داشتن و خونشان در کف دستشان بود. افسرانی که به طور عموم از مربوطات قوای هوایی و مدافع هوایی در قیام مسلحانه 26 سرطان شامل بودند و بعضی ها روی ملحوظات نتوانستند شرکت کنند، عبارتند از چیک توران عبدالواسع پیلوت از کوهستان، توران دکتر عبدالواسع از بگرام، جیک توران انجینیر یعقوب استاد در دانشکده هوایی از جبل سراج، جیک توران انجینیر محمد اکبر مقصودی از پنشیر، جگلان ارکان عرب سید امیر از مشرقی، جگلان دلاجان از مشرقی، جیک توران انجینیر عبدالعزیز از پنشیر، جیک توران انجینیر عزیز احمد از بگرام، جیک توران انجینیر محمد داور از مشرقی، جیک توران انجینیر محمد نادر دیقان، جیک توران انجینیر فضل قادر از کامه، جیک توران انجینیر غلام سعید از اندر غزنی، جیک توران انجینیر محمد هاشم از گردیز، جیک توران انجینیر دوست محمد از گردیز، جیک توران انجینیر محمد صدیق نادم از کابل، جیک توران انجینیر عبدالرحمن صالح از ایراد، جیک توران انجینیر غلام حضرت فردا از ایراد، جیک توران انجینیر غلام جیلانی از مقر، جیک توران انجینیر محمد زرین از گردیز، جیک توران انجینیر شیراغا حرکت از مشرقی، دگرمن انجینیر مرتضی قل از اندخوی، دگرمن انجینیر غلام نبی از قندوز، توران لال محمد علومی از قندهار، جیک توران عبدالعق سمدی از مزار شریف، جگلان خطاب انجینیر از تگاب، جیک توران انجینیر سید داوود تلون از مشرقی، جگلان محمد نادر از خوست، جگلان بیت الله غرنی از خوست، جگلان میر احمد انصاری پیلوت از دی سبز کابل، جیک توران اسدالله پیلوت از غزنی، جیک توران غلام رسول پیلوت از غزنی، جگلان محمد اکبر لوگری پیلوت، توران امیر امزه پیلوت از فرا، جگلان غوث‌الدین گاگارین پیلوت از خوست که گاگارین ما هم میشناختیم که بر ما گفت که قدر پرواز که تو کردی چرا پیلوت نشدی؟ یک آدم کلوله و آدم بسیار خندروی و مزاقی هم بود واقعا، دیگه نمیفهم که زنده هستن یا وفات کردن. جگلان جلال الدین پیلوت از چاردیه کابل، جیک توران انجینیر علی هواشناس، جگلان عبدالقادر پیلوت از ایراد، دگرمن محمد هاشم پیلوت از پنشیر، دگروال تورخان از پنشیر، دگرمن دین محمد از پنشیر، جیک توران انجینیر محمد اعظم عثمان از بغلان، توران انجینیر محمد رفیق از کابل، انجینیر محمد رسول عثمان از بغلان، توران انجینیر عبدالبشیر از پغمان، لملای بریتمن گل یوسف از لوگر، لملای بریتمن گل سعید، لملای بریتمن سید محمد گلابزوی از زدران، لملای بریتمن بوستان، لملای بریتمن محمد موسی از پنشیر، لملای بریتمن محمد کریم از پنشیر، لملای بریتمن خداپناه از بدخشان، لملای بریتمن حضرت محمد از بگرامی کابل، لملای بریتمن آیت الله از گردیز، لملای بریتمن میر علم از خوست، لملای بریتمن عبدالخالق از پنشیر، لملای بریتمن علی خان از پنشیر، توران محمد رحیم از پنشیر، توران عبدالرحیم از پنشیر، لملای بریتمن عبدالمجید از پنشیر، توران عبدالمجید مخابره از پنشیر، توران محمد عالم وصال از کابل، توران غلام نبی از کریار از کابل، توران عبدالرحیم پیلوت از بدخشان، جگلان سید مبین از بدخشان، توران محمد اکرم پیلوت از بدخشان، توران بختاجان از زدران، جیک توران انجینیر محمد اکرم الهلالی از فرا، جیک توران انجینیر میر احمد از فرا، جیک توران تاج محمد از مشرقی، جیک توران محمد عیاض از جبل سراج، جیک توران محمد اسرار از تگاب،
جیکتوران محمد اکرم انتظار از پنشیر، جیکتوران عبدالله بیک از پنشیر، دگرمن محمد صادق از قندار، دگرمن عبدالرزاق از پنشیر، دگرمن انجینیر امین الله نجیب از لوگر، جگلن عبدالرحمن از کوهستان، جیکتوران انجینیر عبداللطیف از چاردیی، جگلن انجینیر عبدالستار اوریا از پغمان، جگلن انجینیر عبدالقدیر از نجراب، لملای بریتمن عبدالخالق چیره از پنشیر، لملای بریتمن محمد آصف از سید خیل، جگلن محمد ازغر پیجان از پنشیر، توران انجینیر عبدالعق از وردک، توران محمد کریم از کابل، جگلن محمد دین از پنشیر، لملای بریتمن جان محمد پراشوت از پنشیر، لملای بریتمن لالودین از پنشیر، جگلن غلام سخی پیلوت از مشرقی، جیکتوران سیف الرحمن از قرباغ کابل، جگلن نورالله طالقانی از طالقان، لملای بریتمن محمد آفاق از گردیز، جیکتوران انجینیر عبدالعلی از لوگر، جگلن عبدالقادر آگا از گردیز، دگرمن گل محمد از پنشیر، لملای بریتمن امرودین از پنشیر، لملای بریتمن محمد شعیب از تگاب، لملای بریتمن ملنگ از جبل سراج، دکتر نورالعق بگرانوال، توران خانقا گل بهاری. یه البته کسانی بود که در امون زمان در قوای هوایی و در امون بخشی که تعیین شده بودن اینا همکاری داشتن و اگه ایشان هم به اصطلاح پا به فرار گذاشتن و نخواستن که اشتراک ورزن، یعنی خود کنار گرفتن. به هر حال دوستان عزیز، تغییر شاهی به جمهوریت کار ساده نبود و خواست شهید سردار محمد داوودخان تا جایی که آدم میبینه فقط ترقی و پیشرفت وطن بود و رسالت خود دانست تا دوره میراثی را قطع بسازه و کلید مملکت به دست ملت بسپاره. به گفته خود معتاد صاحب که سردار داوودخان گفته بود که من یک چند سبایی هستم، یعنی برای همیش خود نیستم که من اینجا میراث باشه و یا ای که عمر من اونقدر بقا نداره. طبیعی است که جمهوریت اگر به اون شکلی که ادامه پیدا می کرد انتخابات صورت می گرفت، شاید کسی دیگه تقرر حاصل می کرد، ولی ای که مار آستین پیدا شد مملکت تباه شد که تا به امروز روز نفس راحت کشیدن نمی تانیم. و او همون کسایی بود که جفا کردن در عق مملکت و در عق خواسته های شهید سردار محمد داود. رای سردار داود خانه شاد می خواهیم و تماما شهدای رای آزادی که به منافع و به خاطر وطن خود، به خاطر نوامیس ملی جانهای شیرین خود فدا کردن، رایشان شاد می خواهیم و کسانی که فداکاری روا داشتن به خاطر حفظ وطن و تا به حال هم استادگی دارن، بر از اونا موفقیت کامیابی تمنا می کنم. سرسپرده بر از من و وطن یک بلست خاکشه، نگذارن که کسی روی از او پا بگذاره. به هر حال دوستان عزیز، شما را دعوت می نمایم به دو پارچه آهنگی که شهید احمد ظاهر در نخستین روزای جمهوریت خوانده بودن. البته تماما هموطنان ما در گوشه و نقاط ولایات کشور و در خود کابل استقبال کردند، در جاده ها برآمدند، گل پاش می دادند روی اساکرد، روی تانکا، واقعا بسیار استقبال کردند و همطور هنرمندا هم دست به کار شدند، کمپوزیتورا و آهنگای ساختن و همطور خود احمد ظاهر هم شروع کرد و چون خدا بیامرز سردار داوود خان یک آدم بسیار جدی هم بود، در پهلوی ازی که جدی بود موسیقی را هم خوش داشت و من یک خاطری هم دارم و او خاطره ای است که روزی از روزها کابل موزیک یک کست از احمد ظاهر ثبت کرده بود و این آوردن به جناب مرحوم دکتر صاحب نوین، خدا بیامرزش، در از او آوردن و دکتر صاحب نوین وقتی که دید که احمد ظاهر خوانده و چیزاد به سردار صاحب داوود اطلاع دادن که یک کست تازه برآمده، سردار داوود خان گفت که عاجل بیارش
و یک کاسته بردن به ارگ. وقتی که اونجا بردن گفت پد تایپ که ما بشنوم که چی خوانده که دمی تایپ که من گذاره که شروع میکنه احمد ظاهر که عجب صبر خدا دارد اگر من جای او بودم. میگه الان استاپ کن، تیز تیز استاپ کن، این در بازار عرضه شده. میگه آجل جنایی رو بگو که تماما کست فروشی ها آجل در ظرف 5 دقیقه باید جمع آوری شوی کست. تو میخوایی که در این شرایط بد تو چه قسم یک وزیر اطلاعات و فرهنگ هستی یا کلتور؟ تو متوجه هستی که شیرشی است؟ آجل کمیسیون تعیین کنین که بعد از این اشعار دقیقا چک چه و بعد از اون هنرمندا بخونه. به این شکل نکنین. شما میفهمین که سرزمی یک بانه میگیرن و بعد از اون دیگه باز بیاین پوره کنین که چی خواد شد. شما میبینین که چی حالت است. بهانه‌گیری های مختلف وجود داره و باز اتر یک آهنگ با صدای احمد ظاهر برای خودش یک حالت بدره به وجود میاره. یعنی شهید سردار محمد داوود خان بسیار متوجه همه حرکات و همه موضوعات بودن، منتها همیشه در صفوف یا زیر دستا کارا را خراب میکنه. به نظر من هیچ رهبری در هیچ جای دنیا نیست که او نخواهد که خدمت انجام بده که تا ابد نامش جاودان بانه. ولی ای که زدبندای در او مملکت می باشه، مقام طلبی، عظمت طلبی هایی که می باشه، او باعث میشه که بربادی مملکت هم بوجود ده. خب به هر حال دوستان عزیز، شما رو دعوت می نمایم به 2 پارچه آهنگ که یکی پشتو هست و یکی هم دری، به صدای قشنگ شهید احمد ظاهر که به مناسبت اولین جمهوریت خوانده بود. ای شما و یام آهنگای قشنگ. I'm going to go to the hospital.